در ادامه برنامه همراه هستیم با آقای مهرداد هرسینی، سخنگوی بنیاد دموکراسی در خاورمیانه، برای بررسی آخرین تحولات روابط بین المللی بین رژیم و آمریکا و اروپا و همچنین نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی. آقای هرسینی سلام و وقتتون بخیر. خواستم بپرسم که همونطور که توی اخبار دیدیم، ماکرون رئیس جمهور فرانسه توی تماس تلفنی خودش با روحانی از نقض مکرر رژیم در مورد توافق وین ابراز نگرانی شدید کرده. واکنش روحانی در رابطه چی بوده و نظرتون رو لطفاً در رابطه با این تماس بین فرانسه و کشورهای اروپایی با رژیم بگید. سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. به نظر میرسه وضعیت دیگه از نگرانی گذشته و مواضع بین المللی علیه مطامع آخوندی به سمت و سوی داره میره که خامنه ای اصلا فکرشو نمی کرد. الان یک ائتلاف جدید میان اتحادیه اروپا و آمریکا که به اون اصطلاحاً سه به علاوه یک میگن شکل گرفته. اظهارات رئیس جمهور فرانسه به زبان دیپلماتیک ترجمه هرچی بحرانی تر شدن پرونده اتمی رژیم به ویژه با برداشتن 5 گام مخرب و رفتن به سوی غنی‌سازی 20% و حتی چشمانداز 60% هستش. میدونیم که انگلیس و فرانسه و آلمان سه کشوری هستند که برجام رو امضا کردن، به شدت الان نگران نقض تعهدات برجامی از سوی رژیم آخوندی هستن. اخیراً پیشنویس یک قطعنامه ای رو به شورای حکام ارائه کردن. در این پیشنویس قطعنامه که گوشه های از اون به بیرون درج کرده، سه کشور عدم پاسخگویی رژیم آخوندی نسبت به کشف ذرات اورانیوم حداقل در 2 سایت رو، کاهش به تعهدات برجامی و عدم همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی رو که بعد از سفر آقای گروسی به تهران منتشر شده اشاره کردند و ابراز نگرانی نسبت به اون کردند. همچنین دست رد خامنه ای به برگزاری یک نشست غیر رسمی با آمریکا، اون هم در سایه میانجیگری اتحادیه اروپا، یکی دیگه از موضوعات هستش. اجازه بدین یک پرانتز کوچیک اینجا باز کنم، اونم این که پیشتر آخوند روحانی خاطرمون هست که در تماس‌های متعدد تلفنی به طرز عاجزانه‌ای خواستار مداخله و وساطت اتحادیه اروپا شده بود، اما دست رد خامنه‌ای به این درخواست به یقین مبین خالی بودن دستان حکومتی هستش که الان با 2 ابر بحران داخلی و بین‌المللی روبرو هست. بر این اساس ولی فقیه خوب میدونه که ورود به هر گونه مذاکره یا پیش مذاکره، اون هم با وجود چنین مختصات ضعیفی، به معنای زدن تیر خلاص به آمال و آرزوهای حکومت هستش. اما گذشته از این واقعیت، محور تماس تلفنی رئیس جمهور فرانسه با آخوند روحانی علاوه بر نکات فوق، موضوع واکسن و خرید واکسن بود که این مسئله بسیار فرعی بود. اصلی ترین موضوع با رژیم آخوندی همون ابراز نگرانی شدید نسبت به تصمیم آخوندها برای نقض تعهدات برجامی هستش و از رژیم خواستن تا دوباره به برجام برگرده و موضع شفاف نسبت به اون اتخاذ بکنه. چنین موضعی رو هفته قبل هم خانم مرکل صدر اعظم آلمان در تماس تلفنی با آخوند روحانی ابراز کرده بود، اما پاسخ آخوند روحانی مثل همیشه این بوده که برجام قابل مذاکره نیست و تنها راه برای حفظ و احیای اون لغو تحریم‌های آمریکا هستش. نکته آخر من این که به نظر میرسه فشار روی رژیم الان شدت بسیاری پیدا کرده، به ویژه حملات موشکی امروز به ائتلاف به پایگاه‌های ائتلاف ضد داعش در عراق یا حملات موشکی و پهپادی رژیم به عربستان تماماً در چارچوب مجموع بحرانایی هستش که رژیم تلاش میکنه به خارج صادر بکنه. میدونیم که نیروهای نیابتی رژیم امروز حداقل 10 موشک به عراق شلیک کردن که بنابر داده‌های بین‌المللی یک غیر نظامی هم کشته شده. بله، حالا من می‌خواستم به همین قطعنامه شورای حکام بپردازم. به نظرتون این قطعنامه پیشنهادی اصلا تصویب میشه و اگر بشه چه پیامدهایی برای رژیم خواهد داشت؟ بله، سوال بسیار خوبیه. از مجموعه داده‌ها چنین برمیاد که سمت و سوی تحولات به طرف صدور قطعنامه باشه. البته هنوز موضوع تعیین تکلیف نهایی نشده. طرف‌های اروپایی نخست تلاش دارن تا گراز چموشی به نام ولایت فقیه رو قدری سر عقل بیارن و با این تماس‌های مستقیم حساسیت اوضاع رو به رژیم آخوندی تفهیم بکنن. اما در رابطه با چشم‌انداز قطعنامه توبیخی، چون این قطعنامه یک قطعنامه توبیخی هستش و شورای حکام هم تنها مرجعی هستش که در صورت اختلاف بین طرفین باید به این موضوع رسیدگی کنه، این قطعنامه در صورت که تصویب بشه در منطق خودش سرکلاف بند منشور 7 ملل متحد رو باز میکنه. وزیر خارجه فرانسه تاکید کرده فرانسه و کشورهای غربی به زودی قطعنامه علیه ایران به شورای حکام ارائه میدن.
همچنین ادامه داده که تنش‌های هسته‌ای ما رو در روزهای آینده وادار میکنه تا در چارچوب شورای حکام شکایت کنیم تا نسبت به این موضوع تصمیم گیری کنیم. واقعیت هم الان همون پنهانکاری‌های رژیم برای دستیابی به سلاح اتمیه. یک نمونه از این پنهانکاری‌ها رو ما در گزارش اخیر آژانس دیدیم و حتی روز گذشته نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا از نمونه دیگه پرده برداشت و اونم پروژه مخفی دیگه به نام سایت آباده بودش. بر اساس این رژیم آخوندی در سایت آباده در استان فارس پروژه‌ای به نام مریوان را راه اندازی کرده بوده که بخشی از پروژه تسلیحات اتمی و آزمایشات اتمی بوده. این همون نکته کلیدی در تمام ماجرای اتمی هستش که به نظر من سرانجام جامعه بین‌المللی با توجه به ذات رژیم آخوندی باید اون رو تعیین تکلیف بکنه. بله، شما به بند هفتم مشهور ملل متحد اشاره کردین. فکر کنم این همون سایه تحریم‌های شورای امنیت که خیلی رژیم ازش می‌ترسه. اجازه بدین یک هموطن یک سوالی فرستادن که من براتون بخونم. در خبرها هست که رژیم با حزب الله لبنان میزان پخش مواد مخدر در اروپا را بیشتر کرده و در دو نوبت در هامبورگ و آنتورپ در مجموع 28 تن مواد مخدر گرفته شده. آیا رژیم برای داشتن دلار بیشتر برای کارهای تروریستی بیشتر به این کار روی آورده؟ شما اگه اطلاعی در این موضوع داری به ما لطفا توضیح بدید. خواهش میکنم. کلا یک پروژه رژیم داره که این پروژه را از زمان خمینی با دستور خود خمینی، اون موقع در رأس این پروژه پاسدار رضایی بود، پاسدار محسن رضایی بودش که گفتن آقا ما پول نداریم برای جنگ و اجازه بدید که ما میخوایم بریم از طریق صدور صادرات هروئین مواد مخدر دست به منابع مالی پیدا کنیم. این در ادامه همون پروژه است. بعد از مرگ خمینی، خامنه‌ای هم همین ادامه داد. دوایر حکومتی ارزم بود، به خصوص سپاه پاسداران، یکی از شبکه‌های بزرگ مافیایی برای پخش و تولید مواد مخدر هستند. نشون با اون نشون که تا به حال چندین کشتی به خصوص در جنوب ایتالیا توقیف شده، در بندر همین دو نمونه‌ای که شما گفتید در هامبورگ بوده، در آنتورپ بوده و این نشون دهنده این هستش که این خط صدور مواد مخدر از ایران به اتحادیه اروپا با دو فاکتور، با دو عامل داره صورت میگیره. یکیش فشار آوردن به کشورهای اروپایی هستش برای باجگیری، دوم رسیدن به منابع مالی هستش. حزب شیطان یکی از منابع درآمدش همین هستش که اونم از طریق کارتل های مواد مخدر در آمریکای جنوبی این رو راه اندازی کرده و در اونجا شرکت های به قول معروف پوششی زده، دستگاه های پوششی طور که حتی در دره بقا هستش که در دره بقا اینا دست به کشت بسیار بسیار گسترده مواد مخدر میزنن و اونو با کشتی به کشورهای اروپایی و به ایالات متحده منتقل میکنه. بله، این همون سپاهی هستش که هموطنان ما رو تحت عنوان قاچاقچی به رگمار میبنده. با تشکر از شما آقای هرسینی، سخنگوی بنیاد دموکراسی در خاورمیانه از آلمان.